yo what's up guys in this video we came to see my pushing and my top highlights in pushing and i am with you in this video to help you learn how to push better and learn tips for the first step you should try to buy the best gadget and the star power and gear because it helps you for win as you can see i bought the first gadget and the star power the first gadget slows down the enemy and hits the enemy and the first star power every 5 seconds with your hit, it will reduce one reload of the enemy and add it to you. One point that is very, very important is that you can read your enemy's mind. And the next tips you should not rush to brawlers who are your counters, and that you should know exactly when to use your gadget and the star power. In the remaining few minutes, I will share these tips with my fellow countrymen in my local language. سلام رفقا امیدوارم حالتون خوب باشه. این اولین باری است که روی چنل دارم و فارسی میذارم. گفتم که حالا شاید به دردتون بخوره و اینکه حالا این کانتنتی که دارم میسازم به درد هموطنان بخوره و حالا هم شما استفاده کنید هم بتونن کسایی که خارج از کشور هستن استفاده کنن. توی این ویدیو اومدیم که هم براولر جدیدی که اومده رو هم به تو معرفی کنیم هم بررسیش کنیم همین که سری نکات ابتدایی رو بگیم برای دوستانی که تازه بازی شروع کردن کم بتونن ساعت بازیشون رو بیارن بالاتر هم بتونن, بتونن پیشرفت کنن خب بریم سراغ براولر جدیدی که اومده که خیلی هم قوی است و همه یوتیوبرها و حالا گیمرهای ساعت بالای براول استارز اومدن ازش تعریف کردن و حالا گفتن خیلی اوپی و اینجور داستانم حالا توی مرحله اول که کدوم گجت ها بهتره و کدوم استار پاور و گیر براش بهتره رو بررسی میکنیم توی برای گجت اون گجت اولش از اون گجت دوم خیلی بهتره چون که گجت اول هم بهش دمیج میده هم به حریف دمیج میده هم حریف رو کن میکنه که شما خیلی راحتتر تر میتونین حریف رو بکشید ولی گجت دوم فکر کنم 33 درصد اون برد پرشش رو بیشتر میکنه که حالا شاید خیلی به درتون نخورالا حالا برای براول بالی اینجور چیزی شاید به کارتون بیاد خب برای استار پاورش هم همونجور که هم یوتیوبرها گفتن هم به نظر خودم استار پاور اولیه خیلی بهتره چون با هر ضربه شما توی 5 ثانیه یه ریلود از ظریف کم میشه و اون یه ریلود به شما اضافه میشه این هم خیلی میتونه به شما تو موقع حساس کمک کنه ولی استار پاور دومی فقط دمیج 100 درصد بیشتری به حریفای دورتون میده که حالا شاید این خیلی به کارتون نیاد ولی اون یکی خیلی میتونه بهتون کمک بکنه خب برای گیراش هم شما سلیقه میتونه انتخاب کنید من خودم همیشه اون یه دونه گجت اضافه رو میخرم با یه دونه اون شیلده که فکر کنم 800 900 تا جون اضافه به بهمون اضافه میکنه خیلی میتونه بهتون کمک کنه این گیرا حتما گیری بخرید که به کارتون بیاد توی شرایط بازی مثلا توی حالا مپایی که بوش کمتر داره یا مثلا اصلا بوش نداره شما سعی کنید اصلا اون سرعت توی بوش رو نخرید چون خیلی به کارتون اصلا نمیاد خب ولی مثلا مپایی که بوشش زیاد هست اون سرعت توی بوشه خیلی میتونه بهتون کمک کنه هم برای فرار کردن هم برای راشتان هم برای روتیت کردن خب حالا به غیر از بحث سار پاور و گجت و این داستان ها شما حالا بالاخره باید سری نکات بدونید نقاط ابتدایی است که حالا خیلی اکثرا میدونن ولی حالا من اینا رو میگم برای اونایی که نمیدونن شاید هم به کارشون بیاد ببینید یه نکته که خیلی حائز اهمیت حالا اینه که بتونید شما ذهن حریفتونو بخونید یا همون به قول معروف دست کنید خیلی میتونه بهتون کمک کنه یعنی شما آقا مثلا بتونی حد بزنی که حرکت بعدی حریفت کجان بعد همونجا رو مثلا هدف گیری کنی بعد حالا برای هدفگیری مثلا درستم شما هم نیاز به تجربه داری هم مثلا باید تمرین کرده باشی حالا هم میتونی با رفیقات تمرین کنی تو قسمت فرندی بتل هم با براولرای کاپ پایین بازی کنی تا اون ایمه بیاد دستت و نکته بعدی هم اینه که شما باید لیست تهیه کنید حالا یه مثلا لیست هم تهیه میتونید نکنید تو ذهنتون داشته باشید که چه براولرای ضد شما یا کدوما ضد شما نیستن و اینکه شما مثلا استار پاورتون یا همون سوپرتون با چند تا ضربه پر میشه و اینکه مثلا برای کشتن یه براولری که زده یا زد نیست به چند تا ضربه نیاز داریم مثلا برای کشتن بو مثلا به سه تا ضربه نیاز داریم شما باید همه اینا رو به یاد داشته باشید که حالا داخل بازی اگه گیر کردید یا برای کلا حالت معمولی هم به کارتون بیاد بهترین مپا هم برای پوش حالا بستگی داره به سطح بازی خودتون ولی خب سولو دوز خوبه پیشنهاد میکنم با رندوم نرید یعنی تیمیت خوب داشته باشید و اگر میخواین خیلی سریعتر بتلتون تموم شه بتل های سه به سه خیلی سریتر میشه مثل حالا براول بال و ناکاوت و اینا اگه تیمیت خوب داشته باشید من خودم بهتون بتل مپای سه به 3 رو پیشنهاد میکنم حالا تازگی داره 55 و پنج هم میاد که دیگه حالا اونا بهترم هست ولی حتما سعی کنید که با رندوم پلی ندید چون هم اعصابتون خورد میشه هم خیلی سعتشون پایینه رندوم ها یه نکته رو یادم رفت بهتون بگم که خیلی هم مهم هست و همه تا پلیرا یا حالا پلیرای متوسط به رو به بالا اجازه میکنن اینه که فیک زن رو یاد بگیرید یعنی مثلا شما دارید میره سمت راست لازه فکر به سمت چپ بزنی بعد دوباره مثلا راه تو ادامه بدی یا دوباره حالا بری همون سمت چپ یا بالاخره یه فیکی بزنی که حریف نتونه ذهن شما رو بخونه و تیرشون رو به شما بزنه اگه میخواید پلیر بهتری بشید باید این فکر زنده رو حتما یاد بگیرید یه نکته هم در مورد سرورهای بازی است که الان بهتون میگم شما حالا اگه توی حالت معمولی با وی پینه معمولی حالا برید یا با اصلا اشتراکی هم که برید رو سرورهای آلمان و آمریکا و اینجور جا میافتین می سرور اروپا خب ولی مثلا یه سری DNS ها هست یا مثلا یه سری وی پی ان هست مثلا گاد پینگ، رادار الکترو شما مثلا میتونید از اینا استفاده کنید بعد سرور میدلیس میفتید سرور میدلیس هم ساعت پلیراش پایین تر نسبت به اروپا همین که پینگ شما خیلی بهتر میشه یعنی مثلا شما اگه توی اروپا پینگتون مثلا 150 میشه ذره لگ دارید میدله میفته رو 80 90 دیگه اصلا خیلی لگتون کمتر میشه حالا هم میتونید سرورها رو خریداری کنید برای گاد پینگو. مثلا الکترو اینجور برنامه ولی برای رادار تا جایی که میدونم رایگان اونی که گذاشته بود حالا نمیدونم سرعتش چجور باشه ولی تا جایی که یادمه رایگانه میتونید تو گوگل سرچ کنید و ازش رایگان استفاده کنید ببینید شما باید حالا یه نکته هم که یادم رفت در آخر کار بهتون بگم اینه که شما باید یه سری استراتژی برای خودتون داشته باشید مثلا با میکو و همین براولر جدیدی که اومده مثلا شما تو حالت معمولی اگه بری به پر رو ادگار خیلی راحت شما رو میزنه ولی مثلا اگه یه شات بری برگردی دوباره یعنی یکی بزنی یکی فرار کنی بعد چند بار مثلا همین کارو تکرار کنی بالاخره نمیرسه بهش که پشت سنگا شما میتونید قایم شید شما با همون کاری که حالا گفتم مثلا میتونید سوپرتون رو پر کنید بعد خیلی راحت میتونید مثلا حالا همون ادگار یا اون براولرایی که زدتون هستن رو بزنید یعنی شما باید برای هر براولری که جلوتون میاد یه استراتژی داشته باشید حالا به غیر اونایی که دیگه مثلا دیگه شما صد صفر زدشون رو راحت میزنید اگه میخواید واقعا پیشرفت کنید مثلا میتونید رنگ سی رنگ سی و پنج بزنید هم باید انتخاب مودتون درست باشه هم انتخاب براولرتون هم انتخاب استراتژیتون رفقا دمتون گرم که تا اینجای ویدیو با هم همراه بودید حتما کانال رو ساب داشته باشید برای ویدیوهای بیشتر حالا از اول دیگه هر کانتنت لانگی که میخوام درست کنم حتما توش فارسی هم صحبت میکنم که هم شما از کانتنت های من خوشتون بیاد هم براتون مفید باشه رفقا لایک و کامنت هم فراموش نشه